سلام شاگردای عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ امید که دارای صحت و عافیت کامل باشین و درس روز گذشته را فرا گرفته باشین، کار خانگی را انجام داده باشین و آماده به درس امروز باشین. آماده به درس امروز تو معنا داره که شما درس امروز را باید یک روز قبل مرور کنین، مواد آموزشی خود آماده داشته باشین، مثل قلم، کتاب، کتابچه و بکسک کوچک هندسی. درس گذشته حتما به یادتان است چی را خوانده بودیم عزیزا؟ بله، ما شما خوانده بودیم که اگر دو مثلث دو ضلع و از زاویه بینشان با هم مساوی باشه، این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند که کار خانگی هم برای شما داده بودیم و حتما شما حل کردیم. امروز موضوع درسی که ما شما تعقیب میکنیم و میخوانیم، البته انطباق پذیری دو مثلث از حیث دو زاویه و ضلع بینشان است، که البته صفحات 141 و 142 کتاب شما می باشد. هدفی که ما شما در این درس داریم، شما باید عزیزا بفهمین که اگر دو مثلث دو زاویه و ضلع بینشان با هم مساوی باشه، یعنی می دو مثلث با هم انطباق پذیر است. دوم، دانشی که شما از این درس می گیرین باید در ثبوت مثلث ها، انطباق پذیری مثلث ها شما چی کنین؟ به کار ببرین. بسیار خوب، به خاطر پیشبرد این موضوع، متنی را که در کتاب درسی شما هست با شما یک جای شریک می‌سازیم. شما ببینید، انطباق پذیری دو مثلث از حیث دو زاویه و ضلع بینشان. از شما سوال کرده عزیزا که اگر در دو مثلث دو زاویه و ضلع بین آنها با هم مساوی باشند، چگونه می‌توانیم ثابت کنیم که این دو مثلث انطباق پذیرند؟ بله، ببینین عزیزا، در اینجا برای شما دو مثلث داده، یک مثلث A, B, C و مثلث دوم A زبر B زبر C زبر. در اینجا گفته A, B با A زبر B زبر مساویست، زاویه A با زاویه A زبر مساویست و زاویه B با زاویه B زبر مساویست. شما گفته چطور میتونید ثبوت کنید که یا انطباق پذیر است؟ ببینین، نمی دو موضوع رو برای شما یادآوری میکنم. اینمی به این معناست که اگر زاویه A با A زبر مساوی باشه، چون در مقابل زوایای مساوی از دای مساوی قرار داره، پس ضلع BC با ضلع B زبر C زبر مساوی است. و اگر زاویه B با زاویه B زبر مساوی است، پس ضلع مقابل از عبارت از AC با A زبر C زبر مساوی است. قبلا ما شما خوانده بودیم از که در مقابل زوایای مساوی از دای مساوی و برعکس در مقابل از دای مساوی زوایای مساوی قرار می داشته باشند. و اگر ضلع AB با A زبر B زبر مساوی باشه، پس معلوم دار است که زاویه C با C زبر مساوی است. پس به نتیجه رسیدیم در این مثلث هر سه زاویه مثلث ABC و هر سه ضلعش با مثلث A زبر B زبر C زبر با هم مساوی است. پس این مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. مثال اول، در مثلث متساوی ساقین ABC قطع خط AH، یعنی مثلث ABC است، قطع خط AH ناصف زاویه در قاعده بر قاعده BC عمود است. ثابت کنید که مثلث‌های ABH و ACH با هم انطباق پذیرند. برای شما به خاطر یک موضوع را درست گرفته باشین، ما برای شما مثلث را در روی تخته البته دیدین کار میکنیم و این را برای شما ثبوت میسازیم. ببینید عزیزا، در این مثلث که برای شما دادم، مثلث A, B و C، گفته اینمیز AH اینمی ناصف زاویه است. وقتی که ناصف زاویه باشه، پس اینمی زاویه A را با دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. یعنی ببینین، اگر این را A یک بگذاریم و این را A دو، پس در این صورت چون ناصف زاویه است، بنا انوشته میکنیم که زاویه A یک مساوی میشه به زاویه A دو. و همچنان چون این مثلث گفته که متساوی ساقین است، وقتی که مثلث متساوی ساقین باشه، پس ببینید شما ضلع AB با ضلع AC با هم مساوی است. یعنی نوشته میکنم که AB مساوی میشه با AC. قرار چی؟ قرار متساوی است ساقین. یعنی ما شما گفته بودیم مثلث متساوی ساقین دو ساقش میشه با هم مساوی میباشه. بسیار خوب، همچنان زاویه B و زاویه C با هم مساوی هستند. یعنی نوشته میکنم که زاویه B مساوی میشه با زاویه C. یا قرار چی؟ قرار متساوی ساقین، وقتی که دو ساقش با هم مساوی باشه، پس دو زاویه از اینم با هم مساوی می باشه. اینم نوشته میکنم که یا قرار متساوی ساقین. ببینید عزیزا، آله وقتی که در این مثلث زاویه A1 با زاویه A2 مساوی بود، یعنی گفتن که شما ثابت کنین که مثلث
A B H که ببینین توسط خطای نارنجی بر شما خط خط کردیم. گفته اینمی مثلثه با مثلث A C H که توسط خطوط صد بر شما نشانی کردیم. گفته یه را ثبوت کنید شما این دو تا با هم انطباق پذیر هستن. حالا ببینین دید مثلث A یک با A دو مساوی شد، B هم با C مساوی شد. پس زاویه زل بین از یا که بارت است A 20 و از A 30 هم قرار متساوی است، آخرین با هم مساوی است. پس بناهن در نتیجه نوشته می کنیم که مثلث A B H یعنی A B H مثلث اینمی منطبق است با A C H. A C H بسیار خوب، این بود مثال اول، امید شما فهمیده باشین. اینه میرسیم سر مثال دوم. مثال دوم اجزا ببینین، چرا دو مثلث قائم الزاویه متساوی ساقین که ساقهایشان با هم مساوی هستند با هم انطباق پذیرند. ببینین این مثال ما بر شما تیار ما مثلث متساوی ساقین قائم الزاویه بر شما مدار مینه. ببینین مثلث متساوی ساقین قائم الزاویه است، توسط خود این مثلث ما بر شما رسم میکنم. ببینین این یک مثلث، نامش هم بگذارم مثلث A B و C. مثلث دیگره گفته دو مثلث متساوی ساقین قائم الزاویه باشد، دیگر هم رسم میکنم. این را نام بگذارم A زبر B زبر و C زبر. گفته حالا شما ثبوت کنین که این دو مثلث با هم انطباق پذیر است. قرار اینه می قضیه که ما شما خواندیم، قرار این قضیه وقتی که ما این را ثبوت کنم، ببینین عزیزا میبینیم ما شما که این مثلث زاویه بی قائمه است. در مثلث هم برای شما نشان بدم عزیزا، ببینین این رقم، یعنی اینی زاویهش قائمه است در دو مثلث. پس زاویه بی نوشته میکنم که مساوی میشه با بی زبر، قرار قائم زاویه. بسیار خوب، آیا زاویه A چون این متساوی ساقین است، یعنی اینمی زال با این زال از این مساوی است، وقتی که مساوی باشه متساوی ساقین باشه، پس این زاویه همیشه چند درجه است؟ 45 درجه است. زاویه A این هم 45 درجه است. در مثلث متساوی ساقین قائم زاویه ای که 90 درجه باشه، دو زاویه دیگه 45 درجه است. بسیار خوب، پس وقتی که 45 درجه باشه این هم 45 درجه است. وقتی که ایزو با ایزو مساوی باشه در این مثلث ها، ایزو با ایزو ما چی هستن؟ مساوی است. آن نوشته میکنیم وقتی که بی با بی زبر مساوی باشه، پس A زاویه A مساوی میشه با چند است؟ مساوی با زاویه A زبر، و این همی مساوی با چند درجه؟ 45 درجه. بسیار خوب، حالا میبینیم دید مثلث قرار قضیه خبر که ما شما خواندیم، زاویه بی با زاویه بی زبر مساوی 90 درجه، زاویه A با A زبر مساوی 45 درجه، و زر مبینشان که عبارت از A B و A زبر B زبر است، ای هم با هم چی هستن؟ A B مساوی میشه با A زبر B زبر، با هم مساوی است. پس بنا در نتیجه نوشته میکنیم که از این نتیجه میشه که مثلث A B C منطبق است و انطباق پذیر است با مثلث A زبر B زبر و C زبر. بسیار خوب عزیزا، این بود دو مثالی که من برای شما البته کار کردم. حالا به خاطر بهتر موضوع رو بفهمید، یک فعالیت کتاب ما شما مشترکاً البته کار میکنیم، میبینیم فعالیت این فعالیت مربوط صفحه 141 کتابتان است. ایزا ببینیم گفتم مثلث ای بی سی را که در آن زل بی سی مساوی با 4 سانتی متر باشه رسم کنین، زاویه بی 60 درجه باشه و زاویه سی 80 درجه رسم کنین. شما در رسم کردن مثلث ها قبلا کاملا بلدت کامل دارین. وقتی که مثلث رسم کردین، باز میگه در ماده دیگه مثلث A زبر B زبر C زبر را که در آن B زبر C زبر 4 سانتی، B زبر 60 درجه و زاویه C 80 درجه باشد رسم کنید. خب وقتی دیده میشه که دو مثلث اگه شما رسم کنید ارزش انطباق پذیر است، به خاطر اینکه دو زاویه و ضلع مبینشان با هم مساوی است. در ماده سومیش میگه که یک کاغذ شفاف روی مثلث ABC بگذارید برای این مثلث و از کناره های آن مثلث ABC آن را ببرید. یعنی مطلب از دیگه است، وقتی که شما دو مثلث انطباق پذیر رسم کنین، مثلث سومی را وقتی که شما بالای مثلث سی بی سی بونه قیچی کنین، گفته نتیجه چی میشه؟
عزیزا شما این کار انجام بدین، عرصه مثلا با هم انطباق پذیر میشه. یعنی ای زبر بی زبر سی زبر با ای دو زبر بی دو زبر سی دو زبر و با ای بی سی با هم انطباق پذیر میباشن. از فعالیت باران تجزیه میشود که یعنی عرصه مثلا با هم منطبق میشه یا انطباق پذیر میباشن. بسیار خوب. البته کار خانگی شما در این راستا به خاطر اینکه موضوع را بهتر درک کرده باشین، کار خانگی که متشکل از دو سوال است و صفحه 142 کتاب شما را در بر میگیره، شما این را حل کنین. ما میخوانم برای شما یک دو مثلث متساوی ساق عین قائم زاویه باید کدام شرط دیگر را داشته باشند تا بر هم منطبق گردند. شما این سوال را حل کردیم، شما هم پیش خود نزد خود حلش کنین. دو، در این دو مثلث مختلف الاضلاع اگر بی مساوی به بی زبر، ای مساوی به ای زبر و ای زبر ای بی مساوی به ای زبر بی زبر است، آیا این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند؟ چرا؟ یعنی سعی کنین دو مثلث مختلف الاضلاع را بر شما داده، گفته که ای بی با ای زبر بی زبر مساوی است و زاویه ای با ای زبر و زاویه بی با بی زبر مساوی است. این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند؟ چرا؟ خب بله انطباق پذیر هستند. شما دلایلی که لازم می‌بینید نوشته کنین که چرا این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند. عزیزان درس برای شما به خلاصه میگم، گفتیم که اگر در دو مثلث دو زاویه و ضلع بینشان با هم مساوی باشه، در دو مثلث گفتیم که دو زاویه و ضلع بینشان با هم مساوی باشه، این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند. یعنی شرط سومش که ما بگوییم عرصه ضلع و عرصه زاویه با هم مساوی باشه، ضرور نیست که در هر مرحله ما ایره بگوییم، فقط شرطش همین است که در یک مثلث وقتی که دو زاویه و ضلع بینشان با هم مساوی باشن، این دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. خب شاگردان عزیز، این بود البته درس امروز ما. با امید از اینکه این درس البته شما مطالعه کنین، کار خانگیش انجام بدین، تا درس بعدی که من خدمت شما حاضر میشم، همگی شما را به علای پاک مسپارم. از توجهتون تشکر.